اون چیزی که من میخواستم از داخل زندان بگم خاطراتی است که رئیس وقت زندان، مسئول فرهنگی و عناصر فرهنگی که کار فرهنگی رو اینها میکردن در داخل زندان، اینها تکان دهنده است. ببینید یکی از خاطرات تکان دهنده ای که دارد در واقع سید روحانی است که الان محاصر سپید دارد و اون موقع آقای مرتضوی زنجانی رئیس زندان اوین بود. ایشون روزی اومد در دفتر من، وقتی خاطراتش رو تعریف کرد گفت یک روز تو دفتر نشسته بودم، عزیزی از طلبه ها و دوستان اومد که اونجا مشغول بود، گفت تو نشستی اینجا اینا دارن جنایت میکنن، چرا نمیری سر بزنی؟ گفتم به من ربطی نداره، دست اطلاعات ربطی هم به زندان نداره، کار خودشو دارم میکنم. میگه من به اصرار این رفیق پشدم حرکت کردم اومدم، برای من تعریف میکرد، گفت درست پایین در بنده 29 که تو رفتی ازش تو. گفتم خب، گفت یه در دیگه است مثل همون در آهنی. گفتم بله دیدم. گفت من اومدم اونجا محکم زدم به در که در رو باز کنید، اون دریچه وسط در رو باز کردن، گفتن کی هستی؟ گفتم من رئیس زندانم. آخر با تحکم و اصرار در رو باز کردم، من رفتم داخل. یه فضایی بود حدود متراژ 20 الی 30 متر ترسیم کرد، اتاق کار من نشون داد، گفت یکم از اینجا بزرگتر. گفت من نگاه کردم دو تا اتاقم در باز میشد توی این فضای 20 متری، دور تا دور نشسته بودن زندانیایی که آورده بودن، نشسته بودن وصیت نامه می نوشتن و توی این دو تا اتاق مثل قصابی دو تا میله وسط نصب کرده بودن، دونه دونه اینا می رفتن تو اتاق وامی استادن رو چهارپایه تمام دار می داختن آویزون می شدن کنار هم. میگه اون موقع که من وارد شدم مثلا تو اتاق اولی که تو دیدم بود 7-8 تا آویزون بودن و بقیه تو نوبت که وصیت نامه رو بنویسن برن توی روی چهارپایه و آویزون بشن. میگه وارد که شدم یه دختر خانومی چادرم سرش بود از همین چادرهای زندان، گفت حاج آقای مرتضوی من که با اینا نیستم، من توابم. شروع کرد اعلام براءت کردن از مجاهدین خلق. خب قرار بود که فقط سر موضع باشن، من گفتم بشین همینجا وضعیت رو بنویس، الان میام. با عجله اومدم از این در بیرون، در بالایی و طبقه دوم بند 29 اتاق مدیریت، یه میز بزرگ کنفرانس بود، آقای نیری، آقای پور محمدی و آقای رئیسی نشسته بودن، روی میز انباشتی از پرونده ها بود، تون تون امضا میکردن و اینو میبردن از توی سلول یا از توی بندر میابردن و راهی همین کشتارگاه میشد. میگفت من اومدم گفتم چه کارش ما داریم میکنیم، همین الان رفتم پایین دختر خانومی میگم با اینا نیستم و اعلام براءت داره میکنه ولی دارن اعدامش میکنن. آقای پور محمدی و آقای اکبریان که اون از طلبه های مرسی حقانی بود و از معاونان وزارت اطلاعات میدونن، اونایی که میشناسن میدونن، بالاخره شاگرد آقای ما بودن همه اینها. آقای اکبریان گفت آقای اکبریان برو پایین ببینید سید راست میگه یا نه. آقای اکبریان همراه من اومد تا پایین، رفتیم تو همون اتاق، دختر سر جاش نشسته بود داشت وصیت نامه مینوشت. گفتم بگو. دخترم بگو. پشت گفت جلاد آقای خمینی هر کار میخوام بکن شما جلادین. شروع کرد به ناسزا گفتن که شما جلاد هستید و ما آماده برای اعدام. هیچی من شرمنده شدم، دیدم نه اینکه تواب نیست که هیچی، تازه به ماها میگه جلاد. و سرم انداختم پایین و آقای اکبریان گفت دیدی آقا، دیدی همه اینا سر موزن. تموم شد، برگشتم تو اتاقم، دیگه هم دخالت نکردم. گذشت، اعدام ها تمام شد و رفت. چند ماه بعد در اتاقم نشسته بودم، یکی عسکری بود، عسکر بازجویی بود، خیلی خشن و تند، و اونجا داشتن همه دور هم میگفتند و میخندند. اون عسکر آقا چیزی رو تعریف کرد که همه خندیدن، اما تعریفش برای شما واقعا تکان دهنده است. اون در اومد گفتش که این طور که خر نفهمید، رفت و برگشت، ما اون دختر آویزون کردیم و دختر دیگری سر جای اون نشاندیم. همین آقای امیر رسولی تعریفی که میکرد عجیب بود،
میگفت چند سقیل‌هایی درست کرده بودن، 9 تا یک میله دراز داشت، 9 تا حلقه بهش آویزون، یعنی در سقیل که میاد پایین 9 نفر رو بهش میبستن میکشید بالا، یعنی به جای سقوط هم کششی بود و کششی میدونید چون مهره گردنی نمیشکنه اون بالا جون میکنه، در واقع اون کسی که میخواهن اعدام کنن قربانی جون میکنه و از اون هم نمیده بازو برمیگرد پایین. میگه اینها دست و پا میزدن اون بالا تا جون بدن و این خاطره اونقدر در من تأثیر بد گذاشته که وقتی که بچم میامد خونه تسبیح رو اینطوری تکون میداد، من اون خاطره جرثقیل های 9 نفره ای که اعدام میکردن اینقدر در ذهنم تکان دهنده بود، داد میدادن، فریاد دادن، تسبیح رو پرت میکردن که این حرکت پاندولی تسبیح رو نبینن. مثلا اون دوتا برادری که قرار بود شنبه آزاد شون، در ملاقات قبل گفتن که انشاءالله شنبه فران تاریخ بیرنید و اینها رو ببرید آزادن و بعد دوتا کیسه و وصیت نامه تحویل والدین بدن، از اینها زیاد داریم. یا اینکه اگر بگه مجاهدین خلق که این سر موضع، نمیگه منافقین، لذا این سر موضع است. اگر بگه نه منافقن اینها، من اعلام براءت میکنم، خب حاضری به جبهه؟ اگه نره باز همون سر موضع است. بگه میرم جبهه، حاضری بری رو میدون مین؟ طرف میگه آقا میخوان ما رو از شرمون خلاص کنن، ضمناً میدون مینشون رو خونسا کنن، به جای چهارپا میخوان ما رو بفرستن. خب تست بعدی چیه؟ حاضری این هم سلولی رو بکشید؟ یا اون دختری که بهش حکم کردن برادرت رو اعدام کن و اون کارو کرد و دیوانه شد؟ اما این هواداران در سال 60، در دهه 60 دستگیر شدند، محاکمه شدند با احکام شدید و غلیظی که باز هم اون احکام بسیاریش واقعا منصفانه و مر قانون نبود، به سالها 5 سال، 6 سال حبس. طرف با یک اعلامیه‌ای که در جیبش داشت 5 سال حبس گرفته است. بسیاری از افراد در اون سالها با یک اعلامیه در خوابگاه دانشجوی طب بود اعدام شده است. همه اینها را داریم. اما با همین احکام شدید و لحن شما، با همین دادگاه هایی که خیلی سریع و تند محاکمه می کردن، اینها به حبس محکوم شده بودند و بایستی آزاد می شدن. این که ما به بهانه بیاییم اینها را از سلول ها بیاوریم بیرون و به دار بیاویزیم هیچ توجیهی ندارد. مهمتر این که آیین دادرسی در اینها رعایت نشده است. دانشپور ظرف یک ماه به روایتی، به روایت آقای منتظری، قریب 4000 نفر، به روایت معاونت وزارت اطلاعات قریب 20000 نفر در تهران و استانها، یعنی این 4000 نفر مال تهران هست، و به روایت کسی مثل آقای ملکی قریب 33000 نفر ظرف یک ماه و چند روز، 30 و چند روز به دار آویخته شدن. اینها آیا جنازه هاشون تحویل شد؟ آیا خانواده ها اطلاع پیدا کردند؟ آیا قبری به خانواده ها تحویل دادیم؟ همه اینها حقوق شهروندی است که شما زیر پا گذاشتید. اما چه کسانی این کار رو کردند؟